بعد بینندگان گرامی، مهران ملکی هستم. برنامه ناگفته‌های تاریخ رو از شبکه جهانی تلویزیون ایران آریایی به طور زنده از طریق اسکایپ برای شما اجرا می‌کنم. امروز شنبه 26 فوریه مطابق با 7 اسفند ماه هستش. خب داریم به نوروز نزدیک میشیم و خب 4 روز پیش هم 3 اسفند بود که سپهخیز رضاخان بود. من کودتا یه رضاخان رو میگم سپهخیز، چون که کودتا یه شرایط خاصی داره. یعنی کسی که کودتا یعنی چی؟ یعنی که یا یک ارتشی توسط ارتش کودتا میکنه بر علیه دولت کشور، دولتی که سر کار هستش، و بعد اون دولت رو به کل برکنار میکنه، سرنگون میکنه و خود اون طرفی که کودتا کرده تمامی قدرت رو در دست میگیره، یا اینکه شخص توسط ارتش کودتا میکنه، کاری که دکتر مصدق در 25 مرداد ماه کرد که توسط بخشی از ارتش که طرفدارش بودن در واقع کودتا کرد و ریختن که گارد جاویدان و اینا رو همه خود خلع سلاح کردن که به حال شاه از ایران رفت به بغداد. ولی این کاری که رضاخان کرد، رضاخان با اینکه سرکرده نیروی قزاق بود، یعنی فرمانده کل، همیشه فرمانده های سپاهیان قزاق روسی بودن، ولی این زمان دیگه روسیه کمونیستی شده بود. اون روسایی که در سپاهیان قزاق ما بودن وابسته به روسیه، روسای تزاری بودن، ملاحظه می‌کنید، و با اون رژیم کمونیستی روسیه که تازه اومده بود رو کارم مخالف بودن این روس، افسرهای روسی که در سپاه قزاق ایران بودن. به هر حال همیشه سرکرده ها روسی بودن. ولی ببینید رضاخان چقدر هم دلاوری و شجاعت در جنگ ها از خودش نشون داده بود که درجات نظامی رو طی کرده بود در سپاهیان قزاق، و هم زبان روسی رو خیلی خوب صحبت میکرد. یعنی اگر زبان روسی رو صحبت نمیکردی در سپاهیان قزاق، نمیتونستی به درجات بالای نظامی برسی در سپاهیان قزاق، که میگم فرمانده هاش روسی بود و اصلا توسط تزار روسیه تشکیل شده بود. یعنی ناصرالدین‌شاه از تزار روسیه خواهش کرده بود که یه قشون قزاق مثل مال خودش واسه ما هم بسازه. رفته بود اونجا، دیده بود قزاقا رو، جلوش عملیاتی کرده بود اینا، این خیلی خوشش اومده بود. وقت به یه دولت بیگانه میگه بر ما ارتش بساز، اونم از خدا ساخته، خدا خواسته سپاه قزاق و تشکیل، همون نام روسی رو هم براش میذاره این ناصرالدین شاه. ببین چقدر آدم باید بیوطن و نادان باشه که به عنوان پادشاه مملکت اقلا نکرد یه نام فارسی برای این سپاهیان بسازه بذاره. هیچی، اونم دولت روسیه تزاری هم یه سری از سرکرده های ارتشش رو فرستاد به ایران، سپاه قزاق رو تشکیل داد با همون لباسایی که قزاقای روس می پوشیدن و همون نام قزاق رو هم روش گذاشتن. ملاحظه کنید و میگم درجات بالای قزاق، سپاه قزاق همیشه روسا بودن. اگر زبان روسی بلد نبودی نمیتونستی به اون درجات عالی برسی. به شما بگم رضاخان درسته که در بچگی امکان مدرسه رفتن براش، مدرسه که نبود، مکتب خانه رفتن براش نبود، چون مکتب هم ملاباشی پول میخواست و باید همیشه کار میکرد و چون پدر مادر هر دو از دست داده بود، داییش ابوالقاسم بیگ در واقع سرپرستیش رو به عهده گرفته بود، اونم تو سپاه قزاق بود و وضع مالیش هم خوب نبود که بتونه برای رضا کاری بکنه. این بود که رضاخان رو، رضا رو به سپاه قزاق میبره از سن 14 سالگی، که گفتم خدمتتون، ولی چون در قبلا اینو گفتم، ولی چون در این سن رضاخان به خاطر اون استخوان بندی درشتی که از اجداد پدریش که همه از پهلوانان آلاشت بودن به ارث برده بود و حدی رشد کرده بود که
سرکرده سپاه قزاخ که افسر روسی بود او رو میپذیره در پیاده نظام. قزاخ‌ها پیاده نظام نداشتن، حالا چون که یه تعداد از قزاخ‌ها اسباشون مرده بودن و دولت ناصری یعنی ناصرالدین شاه پول نداشت، یعنی پول نمیداد که اسب بخرن برای این قزاخ‌ها، این بود که سرکرده سپاه قزاخ تصمیم میگیره که یه فوج پیاده هم از این سربازهای قزاخ‌های بدون اسب تشکیل بده که رضاخان رو هم در فوج پیاده استخدام میکنه در همون سن 14 سالگی. ولی برحال رضاخان در همون دورانی که در سپاهیان قزاخ بود سعی کرد زیر یه دست یکی از افسران ایرونی سپاه قزاخ خوندن و نوشتن رو خوب بیاموزه، بعد پیش ملک الکوتا بعدن که وزیر جنگ میشه تمرین خط میکنه که خط خیلی خوبی هم پیدا میکنه و زبان روسی رو هم که به هر حال آموخته بود، زبان ترکی رو هم آموخته بود. به هر حال حضورتون هست کنم، ولی کاری که رضاخان در سه اسفند کرد چی بود؟ این بود که توسط قشون قزاق که خودش فرماندهی اون قشون رو دیگه داشت آمد وارد تهران شد، نه جنگی نه چیزی، تنها کاری که کرد رجال وابسته به روس به انگلستان رو، نوکرای انگلیس، سرسپردهای انگلیس که اکثرشون هم مدال داشتن، نشان داشتن، که یکیش همین دایی فیروز فرمان فرما بود، دایی دکتر مصدق فرمان فرما، اون اصلا از سرسپردگان رسمی انگلیس بود که مدال و نشان از دولت انگلستان داشت، و پسر او نصرت الدوله فیروز، اون هم حضور تو دست کنم که پسر دایی دکتر مصدق میشد، اون هم نشان داشت از دولت انگلستان، سه نشان داشت و اون هم از سرسپردگان رسمی دولت انگلیس بودش. به هر حال کاری که رضاخان میکنه فردای روز این کودتا این بود که رجال وابسته به این به انگلیس ها و کلن رسم بود که دولت مردا و مردم عادی و غیره میرفتن به این سفارتخونه های روس و انگلیس و فرانسه و اینا، حتی عثمانی یه پولی میدادن برقی تحت الحمایگی میگرفتن، هیچی اگر جرم و جنایتی میکردن دولت ایران اگه میامد بازداشتشون بکنه اون یکی میگفت تاجر بازاریه، میگفت من تحت الحمایه عثمانی هم نمیتونیم، یکی میگفت من تحت الحمایه فرانسه، به خاطر قانون کاپیتولاسیون که تو همین جنگ های ایران روس در واقع روس ها از ما این قرارداد رو بستن توی معاهده ترکمانچای. به هر حال رضاخان گفته احمد شاه که سر کارش باقی مونده بود از ابتدا گفت من آمدم که دولت مردان نالایق رو از اطراف شاه کنار بزنم و یک دولت ملی که وطن پرست باشن که کار بکنه سر کار بیارم. و خود رضاخان هم در ابتدا حتی سمت وزیر جنگی رو هم به دست نیاورد، فقط یک لقب گرفت از احمد شاه، سردار سپه شد رضاخان سردار سپه. برحال سوم اسفند ماه روز در واقع نجات ایران هستش توسط رضاخان، که از این به بعد هر روز اقدامات بسیار مهم در جهت هم رشد و پیشرفت مملکت و هم اینکه از زیر استعمار انگلیس سایر دول بیرون بیاره انجام شد توسط رضاخان سردار سپه. برحال روحشون شاد باشه که واقعا خدمات بسیار ارزنده‌ای کردن به ما. اما زمانی که رضاخان در واقع پادشاه ایران شد سال 1304 خورشیدی، که خیلی قانونی مجلس مؤسسان تشکیل شد، قاجار رو خلع کردن و پهلوی به رضاخان رو به عنوان سردودمان سلسله پهلوی پادشاه ایران اعلام کردن. از اون زمان حضورتون عرض کنم که
رضاخان شروع ایران رو از دوران وزیر جنگی شروع به آباد کردن ایران، ساختن جاده‌های شوسته، چون اصلا ما جاده نداشتیم. مثلا اگر یکی از تهران میخواست بره مشهد، خراسان، مشهد، بقیه از این که حالا جاده شوسته نداشتیم، راه زنا در راه امکان نداشت که این کاروانا رو لخت نکنن، به ویژه ترکمنا. ترکمنا که با قاجارا بسیار دشمن بودن، با اینکه تقریبا از یه نژاد بودن، ولی چون که آقا محمد خان قاجار خیلی از ترکمنها رو بیدلیل کشت، این دشمنی بین ترکمنها و قاجارها همیشه بود. برای همین جهت هم کاروانهایی که می آمدن برن به مشهد، ترکمنها به انتقام از پادشاه، از شاه سلطان قاجار، کاروان رو لخت میکردن و زنان دخترانشون اسیر میگرفتن، دستشون به خود اون سلطان که نمیرسید، مردم بیگناه این کار میکردن. این بود که کاروانا اغلب پیش از اینکه روسیه کمونیستی بشه میرفت بالا، از اون طرف میرفت تا برسه به بالای خراسان و دوباره وارد خراسان میشد. یا اگر به خوزستان میخواستن برن، در بازم جاده شوسته ای نبود و غیره، این بود که مجبور بودن برن به عراق، میرفتن کرمانشاه، از کرمانشاه میرفتن به عراق، بعد از عراق میامدن دور میزدن میامدن به خوزستان. اینطوری این جاده های شوسته هم رضاخان همون در دوران وزیر جنگیش ساخت که قصد داشت خوزستان و نقاط دیگه رو که در واقع دول غربی از ما گرفتن بتونه پس بگیره. به هر حال، اما زمانی که رضا شاه پادشاه ایران شد که دیگه شدیداً شروع به سازندگی و آبادسازی کرد برای ایران و برای رشد و ترقی مملکت بسیار شروع خدمت کرد، گفتم این جمله رو قبلا هم گفتم، دائما این سخن رو تکرار میکرد که این جمله رو، اخلاق عمومی رو چه کنم که همه فاسد شده. حکومت اخلاق عمومی رو فاسد کرده بود متاسفانه. ولی با این حال در دوران قاجار ایران فاحشه خانه عرب نشده بود. این برتری رو دست کم داشت. لازم می‌کنی؟ اما الان این حکومت در طول این 43 سال به غیر از این که متاسفانه اخلاق عمومی رو فاسد کرده، حالا البته آدم های خوب هم خستن که اخلاقشون فاسد نشده، درصدی آدم میگه دیگه، درصد بیشتری اخلاقشون خراب شده، برحال اخلاق عمومی رو فاسد کرده، به غیر از اون ایران رو به خصوص مشهد رو کرده فاحشه خانه عرب، و این واقعا مایه ننگه، مایه شرم هر ایرانیه. بابا مشهدی‌های عزیز، درسته که شما اولین کسانی بودین که فریاد زدید رضا شاه روحت شد، اما بیستید جلوی این عراقی‌ها که میان اونجا میخوان برن با زن و دختر ایرانی بخوابن، فاحش خونه را انداختن اونجا و اینا میان اونجا، عراقی رو که دیدید بندازینش بیرون، یا یه فصل کتکش بزنید که جرأت نکنن اقلا بیان. حریف دولت که نمیشید، حریف علم الهدا که نمیشید، اما حریف این عراقی ها که میان اونجا که میشید. غیرتی، شرفی، به قول چی جاهلا چی میگن ناموستونه اینا، یعنی چی؟ یکی از این سیغ خونه های مشهد رو میخوام نشوندم. خیلی ناراحت میشم چیزهایی که میبینم، واقعا ناراحت میشم. زن و دختر ایرانی که در واقع پهلوی ها روی هم رفته 53 سال فرمان روایی کردن به ایران، در طول این 53 سال چه خدمات اینا به ایران ایرانی کردن، و زن ایرانی رو که اصلا انسان محسوب نمیشد در دوران قاجار، اصلا در بعد از حمله عرب به بعد، حضورتون عرض کنم که به جایی رسوندن که ما زن نخست، زن وزیر داشتیم، یا حالا بودن در تمام رشته ها، قاضی بود زن، وکیل بود،
وزیر بود، فرماندار بود، شهردار بود، سفیر کبیر بود، همه جور. زن در تمام امور از بفیج خرداد 1342 در بعد از انقلاب سفید شاه مردم کاملا تساوی حقوق با مرد داشت و در تمام امور و ارکان دولتی حضور داشت. حتی در نیروی دریایی ما داشتیم زنانی که خدمت میکردن، در نیروی هوایی داشتیم. یه دفعه نشون دادم، یه 17 پارسال بود مثل که یا پیرارسال بود، نشون دادم زنان خلبانمونو که خدمت میکرد. زمانی که تو اروپا زن خلبان نداشتن، ما تا در ایران دوران محمد رضا شاه داشتیم. وقت چه احترامی برای زن قائل شده بود و خود زن هم دیگه قدر خودشو و شخصیت خودشو میدونست. ملازم باید. اما امروزه خود زن ایرانی متاسفانه قدر خودشو نمیدونه. این خیلی بده. مهندسی آشقان اگه لطف بفرمایی کلیپ شماره یکو بذارید. من میدونم بچه ها که نمیشینن زیر 18 سال حالا برنامه سیاسی یا تاریخ ببینن، البته این دختی پختی هم نداره، ولی ببینین همینی که من دیدم اصلا ناراحت شدم خیلی. برحال مهندسی آشقان اگه لطف بفرمایید شماره یک هست این کلیپ. آره امیر نسیم، میگم آب میوه چیزی نمیاد براش دارم مشروبا با آب داره میخوره. زنها اگر بیان با این عرب هایی که از عراق میان این ها مباشرت جنسی بکنن، این ثواب داره به خاطر که اینا از کربلا آمدن. دیدید با آب داره میخوره، کوفت و بخوره. آخه یعنی که چی؟ واقعا یعنی چی؟ خیلی دردناکه. بقول مهندسی اشخان سال 57 اومدن محله دهه تهران، یعنی شهر نو. شهر نو اسم بده نیست. اصلا مثلا بهتون بگم چرا اسم شهر نوه. در دوران ناصرالدین شاه تهران تهران هیچ وقت پایتخت نبود. اولین بار در آقا محمد خان قاجار تهران رو پایتخت کرد، چرا که دائما حضورتون هست خودم که جنگ داشت با کریم خان زند و اینها، اونجا تهران رو پایتخت کرد که از شمال هی نیاد بسید. وقتی پادشاه شد در حال تهران رسما دیگه پایتخت شد، ولی تهران بس جای مناسبی برای پایتخت نبود. خیلی هم کوچه بود، خیلی هم کوچک بود و کوچه باریکای تنگ و اینجوری داشت. بعد ناصرالدین شاه، دوران ناصرالدین شاه، خب چند آقا محمد خان، بعد آقا محمد خان کی پادشاه شد؟ فتلی شاه، بعد محمد شاه و بعد پسرش ناصرالدین شاه که رفت و آمد با غرب دیگه به خاطر سفرهایی که ناصرالدین شاه به فرنگ کرد زیاد شد. این بود که تصمیم گرفت تهران رو وسعتش رو بیشتر بکنه. بعد بخشی از حضورتون از کنم که زمین های خارج از دروازه تهران رو، اون بخش رو داد دیوار رو خراب کردن، یه بخشی رو اضافه کردن، در اون بخش خانه سازی و اینها کردن و بعد دیوار رو از پشت اون بخش دوباره کشیدن، چون شهرها همه دیوار داشت برای جلوگیری از دزدی و نمیدونم ناامنی و اینجور چیزا. بعد اون قسمتی که اضافه شد به شهر اسمش شهر نو شد، یعنی شهر جدید. بعدن وقتی که ناصرالدین شاه فوت میکنه، پسرش مظفرالدین شاه که میخواست جانشین بشه، این زنان پدرش که دیگه حالا مسن هم شده بودن و اینا رو بعضیاشون که مسن همشون رو بیرون میکنه، یعنی حرمسرای
بابام بوده، من خودم یه علم سر واسه خودم میخوام جدید درست بکنم. اینو بیرون میکنه، اینا رو بیرون میکنه، این زنا رو که تعدادی از این زنا هم خب جوون بودن بیچاره ها که سیغشون کردن، حالا ولشون کردن، مونده بودن بی سرپرست و بی همه چی. بعد اون میزاخانه نه ببخشید میزاخان نوری نه مباشره یادم رفت، مباشر مخصوص ناصرالدین شاه یه سری اتاق میسازه در همون شهر نوعی که درست شده بود و زنانی که مال ناصرالدین شاه شده بودن و حالا مظفرالدین شاه بیرون کرده بود میاره اونجا. این بی وجدان و به این مردا میگه اینا زنان شاه هستن، به عنوانی که اینا زنان پادشاه بودن، سلطان بودن، پول میگیره این زنا رو در واقع اونجا فاحشه خانه درست میکنه. این بود که شهر نوعی رو که در واقع ناصرالدین شاه ساخته بود به خاطر اینکه وسعت بیشتری تهران پیدا بکنه، تبدیل میشه به چی؟ به فاحشه خانه تهران. اینه، به همین جهت هم اسم شهرونه. خواستم تاریخ تهرانه بهتون بگم. برحال حالا اونجا رو بستن در سال 57. اون زن بیچاره هم که بدبخت خودش هم کسی بود که تحت ستم واقع شده بود، که برحال پری بلنده اسمش بود، چی اونو داریش زدن، سوزوندنش، چی کارش کردن، از این افتضاح بازی ها. انگار با مل خودش رفته این کار شده. اغلب زن ها رو، دختر ها رو از روستا ها می دوزدن می آوردن اونجا، یا می سرپرست بودن می آمدن اونجا. برحال ولی الان کل ایران شده فاحشه خونه، کل ایران. یه سری که عراقی ها دارن میان، یه سری هم که این چینیا با اون ریختاشون که ما رو مارمولک و همه چی رو سوس، ما رو همه چی رو میخورن، با شدن اومدن تو مملکت ما با زن و دختر ایرانی. بعد شما ببینید خبرنگار عراقی در بغداد با یکی از این دفاتر این سیق خونه ها داره صحبت میکنه تلفنی، که میخواد در واقع ثابت بکنه به حضورتون از کنم به چکی عراقی در بغداد زائران بله خواسته ثابت کنه به هر حال به شهردار بغداد که این واقعیت داره که اونجا تو مشهد زنان، دو زنان و دختران رو در اختیار عراقی ها میذارن، پول میدن. یه عکس ولی طرف خبرنگار تلفنی داره صحبت میکنه. مهندس سیاوش خان شما دو لطف بفرمایید اینم بذارید که ببینید چه بدبختی به سر ایران اومده. الو سلام خانم. سلام شما. من از عراق تلفن میکنم. بله ما میخواهیم بیاییم ایران، دو نفر هستیم، من و رفیقم. بله خوش اومدید. کی میایید ایران؟ ما تقریبا 3-4 روز دیگه. شما دو نفر میتونید برای ما بیارید جوان باشد؟ خوش اومدید دخترم. داره بله. سنشان چند است؟ چی؟ سن کم میخواد؟ بله مثلا چه سالی میخواد؟ مثلا 24 سال 23 سال. بله تو این سن دارن. بعد این قیمت ها چقدر است؟ چی؟ قیمت ها چقدر است؟ قیمت 60-120 یورو. بعد ملاحظه کردین؟ من دیشب که اینو دیروز که اینو نگاه میکردم از ناراحتی و از حرص گریم گرفت، واقعا گریه کردم. یعنی خیلی غصه خوردم که از عراق تلفن زده میگه بر من زن حاضر کنیم که دارم میام با رفیقام. البته اون تقصیر نداره، این تقصیر اون مهندس سیاوش خان. بقیهش هم ادامه مگه میدادین علم الهدا تو قسمت اولی بود، کلیپ اولی بود مثل این که بله خیلی ممنون. مردکی بی وجدان خجالت نمیکشه
پیرمرد هرزه علنا میگه با این مردایی که از عراق میان هم بستر بشید، بوی نمیدونم کربلا میده. میگه کربلا چه بوی میده؟ 70 سال میخوام که بوی کربلا ندن. آخه که چی؟ تو زن دختر ایرونی اگه یه تار موش بیرون باشه میخوایم بگیرین بزنین بکشین، نمیدونم شکنجهش بدین ببرینش تو زندان، 100 نفر بهش تجاوز بکنیم که تو موهات بیرون بوده یا مثلا رو پوشت خوب نبوده، اون مدلی که ما گفتیم نبوده، یا حجاب نامناسب بوده. این خواهرای زینب 3-4 تایی میان، یه نرخه دیگه هم اضافه میشه، این بدبخت دختره رو کشون جیغ میزنه، میگه ولم کن، بقیه هم واسدن میگن ولش کن. یعنی چی؟ خب برید و چنگش درارید. یا میبینی 50 نفر وایستادن به 2 نفر میگن ولش کن. واقعا غیرتتون کجاست؟ خب برید دستش درارین دختره رو، ببرن اونجا 1000 بلا سرش بیارن. وقت نگاه کن یارو تلفن زده داره، حالا میگه جوان میخوام 23-24 ساله. به شما بگم خیلی سن بالایی رو گفته، 13-14 ساله دارن دخترهای تو این سنو میبرن تو این فاحشه خانه ها به بهانه صیغه. واقعا دردناکه، خیلی دردناکه. هر کار این رژیم رو که نگاه میکنی، در هر زمینه که نگاه میکنی جیگرش خون میشه. در تو با زنانمون نگاه میکنیم اینطوریه، در رابطه با محیط زیست نگاه میکنیم از بین رفته، آب، دریاچه ها، رودخانه ها همه خشکیده، نمیدونم چقدر جنگل آتیش زدن همین سال گذشته، این سالی که گذشت مخصوصا آتیش زدن ها که نابود بشه. هرچی که میتونن میبرن، درخت ها رو میفروشن به این کشور به اون کشور، چوبشو اونم که نمیتونن آتیش میزنن. گفت آخونده و اگه ما بخوایم بریم یه زمین سوخته براتون میذاریم که ترچی بدو این آباد نشه. این هم این کارهایی که وقتی جنگل هم آتیش میزنن، یعنی نشون دهنده اینه که خودشون هم فهمیدن وقت رفتنشونه، وقت رفتنشونه. ولی شما ملت باید قیام بکنین که نمیکنین. شاهزاده رضا پهلوی هم اینو باز دوباره هفته پیشم گفتن، خود ملت هستن که باید بلندشن، نه اینکه 500 نفر 1000 نفر میاد تو کوچه که دستتون درد نکنه اون 500 نفر یا 1000 نفری که میاد بیرون. آفرین، درود به شرفتون. وقت بقیه چی کار میکنی؟ 1000 نفر اومدن بیرون، 2000 نفر تو پیاده راه ها وایستادن با این تلفن ها فیلم برداری میکنن. بابا بسه، همتون شدین کارگردان فیلم بردار، یه نفر فیلم برداری میکنه میفرسته کلیپ ها رو دیگه. ها برین بپیوندین به اونا که گروه های ناجا و زهرماریشون نریزه اینجوری قل و غم بکنه همه رو. وقتی بگیره جمعیت میلیونیه که حریف نمیشن که، وقتی اندک هستش جمعیت میریزن میزنن و میکشن و میگیرن و میبرن. خیلی درناکه واقعا. اینم ببینیم بعد میرم سر سخن هفته، خیلی ناراحت کنم. این هم میهنه گله واقعا یکی از هممیهنان عزیز ما در داخل ایران هستش نسبت به سایر مردم، که به ویژه هممیهنان عزیزمون در مشهد، که چرا شما خودتون جلوی این عراقی ها رو نمیگیرید؟ رژیم که اصلا براش فایده ندید، از این راه هم داره کاسبی میکنه، از هر راهی کاسبی میکنه این رژیم. تا وقتی به کسب و کار خودش زرر نزنه اشکالی نداره. فاحشگی، فروختن دخترهای زیر سن 12، 8، 9، 10 میبره میفروشه اینا رو به کشورهای عربی، به کشورهای حوزه خلیج فارس. کشور که جرس کنم، شیخ نشینای حوزه خلیج فارس که حالا هر کدومشون بیا ببین چه کشورهای شدن ظاهرشون، مثل کشورهای اروپایی چه ساخت و سازایی کردن، چه هتل ها و چه رستوران ها و چه چیزایی، دیسکوها و سینماها و اینا. هیچ کدومشون نوکرهای شاه هم نمی شدن واقعا.
بله سیاش خواهی اگر لطف بفرماییم شماره 4 اعتراض هم میهن عزیزمونم ببینیم به این فساد. با سلام خدمت همه هموطنان گرامی، موردی رو که امروز ما میخواییم راجبش صحبت کنیم این مسئله افتضاحاتیه که توی مشهد مقدس داره به وجود میاد. متاسفانه فیلم هایی بیرون میاد که این برادران عراقی تشریف میارن اینجا، دختر و ناموس ایرانی لخت فیلم میگیرن، بساط مشروب، جالبه تو یکیش هم دیدم اون جلوتر وایستاده بودن نمازشون هم میخوندن. آقای مسئول، آقای برادران ناجا، قوه قضاییه، چرا به این موضوع رسیدگی نمی کنید؟ چطور توی تهران میان به قول خودتون اون سایت های خبری سرات فرارو، حالا جاهای دیگه 23 میان میگن آقا یه عده دختر و پسر رو توی فلان باغ توی فلان مهمونی که گرفته شده بود بیروسری و شؤونات اسلامی رعایت نمیشد و ریختیم و گرفتیم و اسلام به خطر افتاد و اون سری رسانه‌ای میشه این همه، ولی افتضاحاتی که توی مشهد داره فیلماش داره میاد بیرون همه جا پخش شده، چرا همه اینو ساکت شدن؟ مگر اینا ناموس ایران نیستن؟ اینا هم ایرانی هن دیگه، چرا اینو اعتراض نمی کنن مسئوله؟ آقای علم الهدا چرا نمیاد اینو صحبت کنه راجبش؟ برای چی اینطوریه؟ حکومت داره حمایت میکنه از این برادران عراقی؟ این وضع مشهد باید باشه؟ این مرد ایرانی تو غیرتت کجاست؟ آقایی که تو توی مشهد هستی چرا با اینا برخورد نمی کنی؟ حکومت نمیتونه تو یه دونه تیپا بزن بیرونشون بکن؟ چه وضعی آخه؟ اسم شهرت داره بد میشه، همه جا دارن میگن مشهد تایلند دوم، اینو دوست داری؟ اگه این طور باشه والا آقای علم الهدا میگفت صیغه دارن میکنن ثواب داره، و کاری نداره آقا یه راه حقوقی به استناد به حرف ایشون هم بشه. هر کسی هم از این به بعد توی تهران خواست بیاد پارتی بگیره دختر پسر، قبل شما که اینقدر خرج میکنید بیاد یه دونه صیغه نامه بینتون بنویسید، اومدن گرفتن بگین ما هم صیغه بودیم، مشکلمون حل میشه. ببینیم باز میگیرن شما رو؟ میشه اینطوری؟ پس اون صحبت ها چیه راجع به شهرهای دیگه؟ امامان جمعه، اصفهان بود فکر میکنم، کجا بود میدونید؟ صحبت شد که این بیابی ها، این بلاهایی که سرمون میاد به خاطر این کفر رو نمیدونم بیهجابی زنان و موهای سر، مگه نمیگفتین؟ چرا مشهد رو کسی ورود نمیکنه؟ چون اونجا قانونی شده؟ واقعا جای تأسف داره و من احساس میکنم آقایون لاتای مجازی، آقایونی که میاد چرت و پرت تو فیلم‌ها برای همشاخشونه، راست میگین مردین، جمع شیم اونجا تو مشهد نذارید یه دونه عراقی را بره که فیلم ناموسمون رو پخش بکنن. این افتضاح واقعا درست گفتن ها، همین هم میهنمون رو چهارتاشون رو واقعا بگیرن یه کتک مفصل بزنن دیگه را نمیفتن پاشن بیان اونجا. دولت که کاری نمیکنه، علم الهدا که همه کاری اونجاست که میگه این کارا رو بکنید، پولش میره تو جیب اون دیگه، خاک بر سرش کنن. این همه میچاپین اینا رو ایرانو کافی نیست که حالا زن دختر ایران رو به فاحشگی کشوندین بدین دست عراقی ها؟ واقعا خیلی دردناکه، واقعا خیلی دردناکه. ما روشون انقدر زیاد شده که از تلفنی میخوان طرف حاضر آماده کنه براش که پاشم بیان. متاسفم واقعا، خیلی متاسفم. من نمیدونم مردمون چرا اینجوری شدن. به یه دختر قدیم که متلک میگفتن چهار تا مرد دیگه میخوان سرش دعوا میکردن خجالت بکش، چرا حرف بد میزنی به دختر مردم؟ حالا ببین عراقیه میاد تو مشهد خوشگذرونی بکنه بازن دختر ایرانی بره، از همه بدتر پای چینی هم باز شده. حالا خود این ببینید واقعا آخر کارشون هم شده ها، چون که سرکرده یکی از اینا دیروز
یادم رفت بفرستم عکسشو، خودم دیدم. یکی از این در کدوم منطقه بود خدایا؟ یکی از مناطق ایران بود به هر حال، که خیلی در سرکوب مردم محل اون منطقه خیلی دست داشته و آزار اذیت میرسونده، این آدم گم میشه. بعد از چند روز که پیدا میکنن ماشینشو، جنازهشو سوخته تو صندوق عقب ماشینش پیدا میکنن. از سردمداران دولت بوده، دولتی بوده، نه؟ الان دیگه کاری شده که مثلا الان ببینید یکی از این بسیجی هایی که توی آبان 98 از سرکوبگران بوده، دیروز توسط افراد ناشناسی کشته شده. با شما هستم، شما که با این جمهوری اسلامی کار میکنید به خاطر پول، دیگه بهتون بگم دیگه، سرنگونی رژیم بسیار بسیار نزدیکه و مردم دستشون بهتون برسه، به قول معروف تیک بزرگتون گوشتون خواهد بود. بسه با این رژیم اینقدر دیگه کار نکنید، بکشید کنار خودتون رو، بکشید کنار تا دیر نشده. همه تون رو شناسایی کردن جوونا، عکساتون رو تو اینترنت گذاشتن فتا فراوون، هرچقدر از اون نقابا بذاریم تو سر صورتتون بشن، بازم میان دنبالتون، خونه هاتون رو پیدا میکنن، عکساتون رو میگیرن میفرستن. پره دست ندارین از این جنایات به خاطر پول. انقدر هممیهن خودتون رو نکشید و نزنید بی وجدانا. بیان الان اینو ببینید، مهندس سیاش خان لطف بفرمایید، شماره 3 یکی از بسیجی های سرکوبگره. بله میبینید، اسمشم یادم رفت بنویسم، یکی از این بسیجی های سرکوبگره آبان 98 که خلاصه ناکارش کردن دیگه، کشتنش توسط افراد ناشناس کشته شده. خب دیگه همین بلا سرتون میاد، تک تک شمایی که با رژیم کار میکنید و هی میرید مردم رو میزنید و میکشید، فکر نکنید این مردمی که داغ میبینن با جووناشون رو میکشین، برادرشون رو میکشین، به خواهرشون تجاوز میکنین، دخترشون رو میگیرین میبرین زندان، پسرشون رو میبرین زندان شکنجه میدین، اینها فکر نکنید که همینطور آروم نشستن واگذارتون رو به خدا کردن. منتظر یک کوچکترین فرصتی هستن که دستشون بهتون برسه نابودتون میکنن و به زودی این اتفاق خواهد افتاد. خیلی ممنون مهندس سیاوش، اگه ممکنه بیایم داخل. خیلی ممنون. من ببینید همیهنانم، در رابطه با موضوع روسیه و اوکراین این سخنی نگفتم، نمیخوام هم بگم، به ما ربطی نداره. اختلاف بین خودشونه در اروپا، خیلی هم ضررش به اروپایی ها میخوره، از نظر نفت و گاز که از اوکراین رد میشه روهاش، خودشون میدونن، میخوان به جون هم بیفتن، میخوان به جون هم نیفتن. ابدا هم جنگ جهانی نمیشه، میخواد مردم رو نترسونی، ابدا جنگ جهانی نمیشه، ابدا پای کشورهای دیگه وسط نمیاد. و اینکه خودشون میدونن، هم کشورهای اروپایی، هم خود امریکا، هم دموکراتاش، هم رپابلیکناش میدونن که اوکراین سرزمینی نیستش که روسیه تصرف کرده باشه اینو، نه، این روسیه، این اوکراین همیشه بخشی از روسیه بوده، همیشه بخشی از سرزمین روسیه بوده اوکراین. وقتی که کمونیسم در روسیه سقوط میکنه، شوروی، اتحاد جماهیر شوروی، کمونیسم در سقوط میکنه و دوباره مملکت از دست کمونیسم آزاد میشه و یلسین رئیس جمهور میشه، چون یه رئیس جمهور خیلی ضعیف و بی عرضه خاک تو سری بود، عامل همین کشورهای غربی هم بود، خب کشورهایی رو که مثلا تزارها در جنگ از ما گرفته بودن مناطقی رو، که حالا جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، تاجیکستان، قرقیزستان، اینا همه مال ما بوده،
گرفتن، اینا رو از اونا پس گرفتن، اما ندادن به صاحب اصلیش که ما باشیم. اگر شاه بود پس میگرفت، همونجور که توم بزرگ و کوچک و ابو موسی رو پس گرفت. ولی خب یه قدرت ضعیف خاک بر سر تو کشورمون سر کار بود که پس که نگرفت چی، دریا شمال هم داد تازه رفت مازندران. ولی اوکراین سرزمینی نبودی که بخوان برن اونجا رو فتح بکنن روس‌ها، همیشه بخشی از روسیه بوده، روسن. حالا خودشون میرونن. خود پوتین هم دیروز گفته اوکراین روسیه بوده، بخشی از سرزمین روسیه بوده، خاک روسیه بوده. حالا هم داریم زمان یلسین، زمان یلسین که میگم خیلی بی ارزه بود و اینا، اونجا هم اروپایی ها گرفتن، یعنی کندن از بغل روسیه، کندن به خاطر اینکه لوله های نفت و گاز رو از اونجا رد بکنن. سیاست چیز بین خودشون، به ما هم ربطی نداره. بله، حالا هم این پوتین اومده قدرتمنده، میخواد خاکیشو پس بگیره دوباره. تمام چیزهای هسته‌ای شوروی که کمونیسم بود توی منطقه اوکراین بود دیگه، چرنوبیل و اینا همه تو منطقه اوکراین دیگه. خب وقتی که کمونیست سقوط کرد و رفت و یه یلسین رئیس جمهور شد، اینا اومدن اروپایی ها اومدن اون تیکه رو به بهانه اینکه مثلا خود مردم اونجا خواستن جدا بشن، جدا کردن از روسیه. تمام چیزهای هسته‌ای روسیه اونجا باقی موند، ولی کلیداش دست اونا نیست، دست اوکراین نیست، دست خود روسیه است که حالا هم داره اونا رو برمیگردونه به کشورش. حالا برحال میگم به ما هیچ ربطی نداره که من میخوام وقت برنامه رو صرف جنگ این و اون بکنم. اینم که میان بهتون میگن که این جنگ جهانی میشه فلان، اینا فقط ترس تو دلتون میندازن، هیچ هم جهانی نخواهد شد. برحال حضورتون عرض کنم که بریم سر سخن هفته. حضورتون عرض کنم که بله، در رابطه با همکاری معممین با انگلستان در زمینه‌های مختلف که همش به نفع دولت انگلیس بوده داشتیم سخن می گفتیم. اول در عثمانی گفتیم چی کار کردن آخوندهای شیعه، بعدش در نجف و کربلا و اصلا منطقه عراق بین النهرین رو گرفتند و با انگلیس ها همکاری کردن، دادن دست انگلیس ها، از عثمانی گرفتن دادن دست انگلیس ها. خب بعدم که در رابطه با ایران دوره اول جنگ های ایران و روس رو به راه انداختن که ایران شکست خورد و در قرارداد گلستان برخی از سرزمین هایمون رو در شمال رود ارس، یعنی اون طرف رود ارس، از دست دادیم. ملاحظه میکنیم. ولی باز هنوز ارتش ایران گفتیم که عباس میرزا ولی عهد فتلی شا، اتفاقا برعکس فتلی شا، یه مرد خیلی شجاعی بود و سرکرده سپاه هم بود، ولی عهد فتلی شا هم بود، ولی اون زودتر از پدرش فوت کرد. به هر حال از بس بیچاره این بر اون بر رفت جنگی، پدره هی خوش گذر اون هی رفت این بر اون بر به جنگی. به هر حال عباس میرزا و قشونش موفق شدن شورش های بعد از دوره اول جنگ های ایران روس، تونستن باز هم شورش های داخلی رو آروم بکنن، سرکوب بکنن. حتی گفتم در زد و خورد های مرزی با عثمانی اونها هم شکست دادن و عقب نشوندن، ولی گفتیم این پیروزی ها رو انگلیس ها هیچ خوششون نیومد، چون دیدن هنوز ایران اونقدری که باید ذلیل و زبون و ضعیف بشه نشده. پس چی بود؟ آمدن تلاش کردن که جنگ های دوره دوم ایران و روس رو به راه بندازن، که گفتم خدمتتون نه دربار بی پول اسلحه فتلی شاه حاضر بود دیگه جنگ رو آغاز بکنه با روسیه، نه تزار خسته از جنگ های با ناپلئون حاضر بود که جنگ رو آغاز بکنه. بنابراین انگلیس ها برای اینکه جنگ رو به راه بندازن چیکار کردن؟ رفتن سراغ آخوندها،
بقول خودشون علما، رفتن سراغ این معممین که در واقع اصلا حقوق به اینا میدادن که منافع اونها رو برآورده بکنه در منطقه خاورمیانه دیگه، که گفتیم یک سید محمد مجتهدی بود که از نوادگان سید باقر، ببخشید سید باقر مجلسی بودش که خیلی اون موقع دیگه معروف بود و از اون آیت الله های معروف اون زمان بود که در کربلا زندگی میکرد و که فتلیشا هم خیلی به اون مخلص اون بود و فتلیشا یکی از اسلام پناهترین شاهان قاجاره. قاجارا اصلا مذهب رو کشیدن وسط که به خودشون مشروعیت بدن، چون نیست ایرانی نبودن نمیپذیرفتن مردم ایران، به ویژه بعد از زندیه کریم خان زند و اون لطفعلی خان زند که ایرانی بودند و بسیار وطن پرست بودن و بسیار هم مهربون و خوب بودن، براشون ملت ایران سخت بود که زیر تسلط قاجار باشن. گفتم از قبایل ترکی بودن که همراه با تیمور به ایران اومده بودن. برحال این بود که برای این که آقا محمد خان برای این که بتونه مشروعیتی به خودشون بده، معممین رو کشید وسط و خیلی باهاشون مهربونی میکرد و خیلی هم بهشون قدرت و نفوذ داده بود به آخوندها. برای همینم در دوران پادشاه، در دوران قاجار، در کل قدرت بر دو پای استوار بود. یکی پایگاه حکومت سیاسی که همون دربار قاجار در رجالش میشدن، و یکی پایگاه حکومت مذهبی که همین معممین بودن. لازم میکنیم که اصلا یه لشگری واسه خودشون از طلاب و لاتا و این چیزا داشتن و در تمام امورم دخالت میکردن و مالیات هم به عنوان خمس و زکات و اینا از مردم میگرفتن با زور، و هیچ معاملهی بدون حضور این آخوند معممین در ایران انجام نمیشد در دوران قاجار. هر خرید و فروشی، طلاق و ازدواجی، هر معاملهی که میخواست بشه باید یه آخوند باشه. تو حتی تاج پادشاهی رو یه آخوند سر شاه میذاشت که رضا شاه این سنت رو شکست و خودش تاجش رو به سرش گذاشت، پسرش هم همون کاری کرد، محمد رضا شاه. بله خدمتتون بگم که بله، این سید محمد مجتهد فتوای جهاد با کفار روس رو صادر کرد که عباس میرزا ولیعهد فتلیشاه خیلی تلاش کرد که با اینکه میدونست باباش مرد اون نیست که مقابل این آخوندهای معممین بیسته، ولی چون او سرکرده سپاه بود و میدونست که لشکر روس هم تعلیم دیده هستن و هم چقدر اسلحه های نوین دارن که ما نداریم، و اگر در جنگ اول شکست خوردیم که چندین سال طول کشید تا شکست خوردیم، در این جنگ خیلی زودتر از دفعه اول شکست می‌خوریم، برای اینکه هم نیروهامون ضعیف شده و هم اسلحه و مهماتی که اونها دارن ما نداریم که بجنگیم. و خیلی تلاش کرد هم عباس میرزا هم چند تا از وزرای فتلیشاه که به قول ناسخ التواریخ علما برای اون رجال و برای وزرا پیام‌های درشت فرستادن و گفتن که هر کسی که شک بکنه در جنگ با کفار روس کافره. لازم کنید حتی خود فتلیشاه را هم تهدید کردن که اگر که این جنگ رو آغاز نکنی که ما میریم بر خودمون یه پادشاه مسلمون پیدا میکنیم. لازم کنیم یک پادشاه مسلمان. و این سید محمد مجتهد حضورتون از کنم که اعلام میکنه به تمام به قول خودش علمای کربلا و نجف و ایران، علم معممین ایران، که بعد خودش هم راه میفته با یه سری از این آخوندها و طلاب و بچه آخوند و اینها به طرف ایران
که با هم همه این آخونده و اینا طلاب و اینا برن به اردوگاه فتلی‌شاه در چمن سلطانیه و اونجا با هم دست جمعی فتوای جهاد با کفار روس رو صادر کنن. حالا ببینید انگلیسا کافر نیستن رو ازشون پول میگیرن، ولی روسا کافرن. که خدمتون گفتم خدمتون هفته گذشته که سفیر روس خیلی تلاش کرد که جلوی شروع این جنگ های دوره دوم رو بگیره، نمیخواست وارد جنگ بشه. گفتم چون ناپلئون شکست سختی روسیه رو داده بود و خیلی روسیه کشت، یعنی از ارتشش کشته شده بودند و اونجا خرابکاری کرده بودند و ویران کرده بودند، این بود که نمیخواستن جنگ رو شروع بکنن. و از ناسخ التواریخ هفته پیش براتون خوندم که حتی سفیر روس خودش حاضر شد که به دیدار این معممین بره و باهاشون صحبت بکنه و به اونها قول بده که روس‌ها حتی حاضرن از اون سرزمین‌هایی که در جنگ‌های دوره اول از ما گرفتن در قرارداد گلستان، اونها را بهمون پس بدن که جنگ شروع نشه. اما علما زیر بار نرفتن و گفتن در شریعت ما با کفار از در مهر و حفاظت سخن گفتن گناهیست بزرگ، و اگرچه روزها از سرزمین های ما بیرون بروند باز هم ما چی جهاد با کفار روس رو واجب می دانیم. این هم حرف آخوند که هفته پیش اینن از ناسخ التواریخ خوندم، امروز از حافظم گفتم براتون. درست؟ یعنی ببینید فقط امروز نیستش که این معممین کبر به نابودی ایران بستن، در طول تاریخ ما از بعد از حمله عرب و آمدن این دین به ایران، این دکانداران دین، این فروشندگان دین، این آخوندها همیشه دست در دست بیگانگان اجانب داشتن در نابود کردن ایران و ایرانی. ملاحظه میکنین؟ همیشه. لیکن اینا وطن نمیفهمن، قبول ندارن این چیزا رو، ملیگرایی رو باش مخالفن. خود خمینی گفتش ابتدا این چیز که دست شده میگن ملت و ملیت، این متغایر است با اسلام. درست گفت، خیلی متغایر با اسلام. اگر تو ملی هستی یعنی اون کشورت، اون ملیتت، اون رو دوست داری و میخوای خدمت کنی به کشورت. ولی مذهب مال یک کشور نیست، مذهب مال مثلا اسلام تو میتونی چه میدونم مال ترکیه باشی، مال انگلیس باشی، مال فرانسه باشی، آلمانی باشی، عراقی باشی، سوریه‌ای باشی، مسلمان باشی. مسیحیت هم همینطور، هم مذاهب، همه مردم دنیا میتونن برن یه مذهب بگیرن. ولی اگر من ایرانی هستم و ملی هستم، فقط برای وطنم کار باید بکنم. ایده مذهب، ایدئولوژی مذهب درست مثل ایدئولوژی کمونیسمه که میگه تمام جهان باید کمونیست بشن و وطن و سرود و پرچم و اعتقادی نداره بهش. مذهب هم همینو میگه. چی میگه؟ به ویژه اسلام. تمام دنیا مسیحیت هم همین کاری کرد در دوران جنگ های صلیبی. لازم کنید تمام دنیا باید مسلمون بشن. خمینی گفت دیگه ما صادر میکنیم اسلام را، صادر میکنیم اسلام به همه کشورها. برحال اینا همیشه این آخوندها کمر به نابودی ایران و ایرانی بستن در طول تاریخ مملکت ما. ببینید ما سرزمین های از دست رفتمون رو بدون جنگ میتونستیم پس بگیریم. مفت و مجانی دیگه لازم نبود دیگه کشتاری هم بدیم و هزینه ای هم بکنیم، ولی نه، آخوندها قبول نکردن. آخوندها قبول نکردن. خب حضورتون عرض کنم که به هر حال
به هر حال جنگ آغاز شد و یعنی انگلیس ها میخواستن که جنگ آغاز بشه، در نتیجه آخوندها به هیچ صراطی مستقیم نبودن و بالاخره هم حضورتون عرض کنم که تعدادی مردم ساده فریب خورده رو و یه طلبه و بچه آخوند و عوام الناس رو با بیل کلنگ بردن به جنگ توپ و تفنگ و مفتزهانه شکست سختی خوردن، طوری که روزها تا تبریز هم پیش آمدن، تبریزمون اونجا هم تا اونجا هم پیش اومدن گرفتن، که تبریز پایتخت دوم قاجار بود. یعنی قاجارا همیشه به این ترتیب بودن که سلطان قاجار در تهران فرمان روایی میکرد، ولی عهدش در تبریز باید میبود. لازم کنید بعد که پدر فوت میکرد، ولی عهد از تبریز میامد به تهران، اون وقت جای پدر میشست و کاخ عباس میرزا رو گرفتن در تبریز، گورخانه رو گرفتن، گورخانه جایی که اسلحه و مهمات بود در تبریز. هر برحال و عباس میرزای بیچاره مجبور شد چندین کرور طلا، سکه های طلا به روس‌ها داد که تبریز رو عقب بشینن، یعنی تبریز رو بهمون پس بدن دیگه، خیلی افتضاح شده بود دیگه، پس بدن برن همون اون طرف رود ارس، رود ارس مرز باشه بین ایران و روسیه، رضا میکنیم دیگه این طرف رود ارس نیان اقلا. و قرارداد ترکمانچای رو هم در روستای ترکمانچای بین ایران و روسیه بسته شد که انگلیس ها هم حضور دارن در این قرارداد، جنگ رو به راه میندازن، بعد خودشون مثل میمونی میپرن وسط که به بهانه این که میخواد صلح بدن قرارداد رو طوری ببندن که بیشتر به ضرر ایران بشه. چرا؟ چون گفتم اینا میخواستن ایران خیلی ضعیف و ذلیل و زبون بشه که یک وقت مثل دوران نادر یا حتی مثل دوران خود آقا محمد خان مقتدر نشه از نظر قشون که یه وقت خلاص حمله کنه به هندوستان، که هندوستان رو اینا گرفته بودن که یک مستعمره زرخیزی بود برای انگلیس ها، با هزار ترفند البته، ابتدا به بهانه تجارت و ساختن کمپانی هند شرقی و بعد به بهانه حفظ کمپانیشون ارتششون رو آورده بودن، به هر حال اونجا رو در اختیار خودشون گرفته بودن کامل و نمیخواستن که همسایه اونجا ایران، چون پاکستانی که وجود نداشت، ایران همسایه انگلیس بود در شرق. این بود که میخواستن ایران خیلی ذلیل و زبون بشه. و به حال حضورتون از کنم که گفتم یه مش بچه آخوند و طلاب و یه سری مردم عوام الناس رو به امید امدادهای غیبی، بهتون بگم امداد غیبی فقط در این جنگ های با عراق نبود که یکی رو نصف شب امام زمان میکردن با لباس سفید میفرستادن، بچه های فریب خورده 13 12 14 رو فریب بدن که برن رو مینا کشته بشن. لازم کنید اینها سابقه داره در تاریخ مملکت ما، این جمهوری اسلامی همه رو کپی داره میکنه از گذشته که چه کارهایی قبلا کردن، دوباره همون کارها رو تکرار بکنن. لازم کنید متاسفم واقعا که در سال 57 این تاریخ فکران ما، این بیوطنا، این بیوجدان ها یا اینقدر بیسواد بودن که تاریخ مملکت ما رو نمیدونستن، همین تاریخ معاصره جنگ های ایران روز 43 سال پیش بخشی از تاریخ معاصر بود، اینو نمیدونن که چجوری به راه افتاده که آخون رو برمیدارن میارن رهبر انقلابشون میکنن، یا اگرم میدونستن چقدر بیوجدان بودن که این کار کردن، که شاه که واقعا بالاتر از یک فرشته است برای مملکت ما، واقعا بالاتر از یک فرشته بود به خاطر خدماتی که به ایران و ایرانی کرد تا آخرین لحظه عمرش، مرزه میکنی رو
بیرون کردن با اون تهمت‌های ناروایی که به خودش و خانواده‌اش زدن و اون چه میدونم شعارهای بی‌معنی که دادن که همیشه شاه تکیه اساسیش به ملتش بود، چون دو بار ملتش او رو برگردونده بودن، هم در سال 32 دهه 30 بعد از فتنه‌ای که مصدق السلطنه قجر به بار آورد که محمد رضا شاه رو ملت به ایران برگردوندن، بعد در قیام ملی 28 مرداد که 3 روز بود شاه از ایران رفته بود از 25 مرداد، که ارتش فرستاده بود مصدق به کاخ پادشاه شاه محمد رضا شاه که گارد جاویدان رو خلع سلاح بکنن. تو چیکار داشتی به گارد جاویدان؟ مدرک. بعد دروغکی تو دادگاهش میگه نه من نمیخواستم سلطنت رو از بین ببرم برکنار کنم. چرا میخواستی و فرستادی؟ شاه نبود، شاه در شمال بود، در کلاردش بود و از اونجا فرمان عزلتو نوشته بود قایم کردی از مردم. برحال بگذاریم که شاه از اونجا با های هواپیمای کوچک رفت به عراق، که با اون هواپیما از تهران میرفت به شمال، همون رفت به عراق، هیچی هم همراهش نبود، هیچی، که اونجا به سفیر امریکا میگه من باید یه شغلی برای خودم پیدا کنم که خودم و خانوادم بتونیم زندگیمون رو سپری کنیم. یعنی یک سنت پول تو بانکای خارجی نداشت اون زمان. بعد فهمید که این ملت نه، هم ممکنه این بلا باز هم توسط این گروه ها و احزابی که با بیگانگان کار میکنن مثل حزب توده و جبهه ضد ملی یه وقت دوباره سرش بیارن، یه اندک پولی برای خودش و خانوادش بعدن در خارج از کشور گذاشت. دهه 40 هم همینطور، سال 42 که خمینی اون فتنه رو به راه انداخت، ماشینا رو آتیش زدن و نمیدونم میخواستن برن مجلس شورای ملی رو بگیرن و دختر بچه ها رو اتوبوس هاشون و اتوبوس مدرسه ها رو چپ کردن، دست و پاشون شکسته که دوتا از دختر بچه ها کشته شدن. نه برحال باز اون ملتی که طرفدار محمد رضا شاه بود جلو اومد و به کمک ارتش جلوی این وحشی ها رو گرفت. بنابراین شاه حق داشت که تکیهش به ملت باشه و هر پادشاه یا هر رئیس جمهور وطن پرستی بایستی که ملتش پشتش باشن، که در انقلاب اسلامی 57 پشتش رو خالی کردن. برحال حضورتون عرض کنم که بله این امدادهای غیبی در جنگهای ایران و روس هم بود، ملاحظه میکنید، و برحال گفتم شکست خوردیم. بعد جوری شکست خوردیم که قرارداد ترکمانچای رو بستیم که ما بقیه سرزمین هامون در شمال رود ارس رو، اون طرف رود ارس رو هم از دست دادیم، رفت افتاد دست روسیه، که الان هر کدومش یه کشور شده واسه خودش کوچیک کوچیک. لازم کنید برحال و حضورتون عرض کنم که سیاستمداران انگلیس وقتی نفوذ و کارایی این ملاها و آخوندها رو در پیشبرد اهداف استعماریشون دیدن، متوجه شدن که کیمیای سعادت و کلید فتح شرق در چیه؟ در عبای گشاد این هاست. ملاحظه میکنید؟ متوجه شدن که کلید فتح شرق در لباده گشاد این آخوندها قرار داره و آخوندها هستن که باخ بی خبر نگه داشتن مردم از واقعیت ها و اشاعه جهل و خرافات و استفاده از حربه تکفیر و تهمت الحاد، هر کسی رو سر جای خودش میشونه، یعنی هم ملت رو سر جای خودش میشونه، هم حضورتون عرض کنم که سرکشان اگرچه شاه و ولیعهدش یا رجالش باشن به حرف آخوند باید سر جاشون بشینن. چرا؟ استفاده میکنن از
حربه الحاد یعنی تهمت کافر بودن میزدن، همین تهمت رو به محمد رضا شاه هم زدن و گفتن کافره، بیدینه محمد رضا شاه. خمینی همیشه میگفت کافره محمد رضا شاه. حالا امروزه میگن چرا شاه تظاهرات دینی میکرده و اعتقادات مذهبی داشته. بابا اون زمان به خاطر اینکه طرف کافره قیام رو انقلاب رو انداختن. حالا شما میگی چرا این گفته مثلا من خواب دیدم نمیدونم چی شفا پیدا کردم. گفته که گفته، لابد بیچاره بچه تب حسمه هم داشته، تب بالای چهل یه خواب دیده دیگه. همیشه بگردید مثل میگن گربه مرتضی علی رو از هر طرف بندازی چهار دست پا میاد پایین، هر طرف میچرخین آخرش هم میندازین گردنشا. یا منو به شدت عصبانی میکنه، ناراحت و خشمگین. به هر حال حضورتون عرض کنم که گفتم اینا فهمیدن که این آخوندها هستن که میتونن سرکشان، حتی اگر بزرگان و شاهان، شاه و ولیعهدش و اینها باشن، سر جای خودشون بنشونن و اینها رو در واقع آخوندها رو انگلیس ها رو به خواسته خودشون برسونن، به اهداف استعماری خودشون برسونن. این بود که یعنی به علت هم اطاعت محض آخوندها از انگلیس ها که دستورات انگلیس ها رو بیچونه چرا اجرا می کردن، همین که راهشون باز بشه برای استعمار کشور ما و استثمار مردم ما که دیگه، و یک زمانی این کشور شرقی آسیایی یعنی ایران که روزگاری واقعا پرچمدار تمدن و ترقی در جهان خودش بود، اون دوره بود، دوباره به فکر سربلندی و ترقی و پیشرفت مملکتش نیفته، این بود که تصمیم گرفتن که یک اتحاد اسلامی ایجاد بکنن. بنابراین فقط خمینی نیست که میخواستش، حضورتون از کنم چقدر ساعت خیلی اضافه رفتم، مثل این که بله مهندس یواش هم نمیگن چیزی به من، من خیلی اضافه رفتم. اجازه بدید که ادامه این گفتار رو ما هفته آینده پیش بگیریم. بنابراین تا به اینجا گفتیم که انگلیس ها که دیدن به وسیله آخوندها میتونن به اهداف استعماریشون دست پیدا بکنن، تصمیم گرفتن که چیکار کنن، یه اتحاد اسلامی از کشورهای مختلف اسلامی تشکیل بدن که بتونن کارشون رو پیش ببرن در کشورهای شرقی. با سپاس فراوان از مهندس سیاوش خان گرامی برای یکایک که شما عزیزان، شب و روز خوشی رو آرزو میکنم. روز و روزگار خوش.